سلام، سلام مردم دوست داشتنی و مهربان افغانستان، سلام در 34 ولایت افغانستان، سلام دوستایی که در بیرون از افغانستان زندگی میکنین. امیل از طریق یوتیوب تلویزیون طلوع برنامه سراچه را بینده هستین. آرزوی خوشبختی و خوشحالی همتان دارم. در ضمنش میخواهیم که با همدیگه مهربان باشین و یکی دیگر از ته دل دوست داشته باشین. بازم سراچه فرا رسید. ما فرهاد رامکیستم، شما اسکرین طلوع را بیننده هستین. امشب هم مهمانایی را داریم، البته مهمان نداریم، مهمانا را داریم. دو مهمان همراه خود دارم، ورزشکارای ما هستند. خواستیم یک یاد از ورزش افغانستان، مشخصا از ورزش که همیشه بیرق افغانستان به اهتزاز در می آورد و همیشه وقت در میادین مختلف می رفتند، می رزمیدند و خوشحالی را به لبان مردم افغانستان برمغان می آوردند. اما متاسفانه که تا جایی که من خبر شدم، میگن الان ورزش مبارزات آزاد دیگر در افغانستان به نمایش گذاشته نمیشه و سازمان ها متوقف کردن کارایشان را. در ضمنش ورزشکارام قصه های درد دل گفتنی هایی دارن که میخوایم امرایشون صحبت کنم. ورزشکارانی که همیشه افتخار آفریدن، جناب نصرت آخونزاده و جناب دکتر صاحب قیس جسور، ورزشکاران مبارزات آزاد هستند. بفرمایید مهمانای ما، خیلی خوش آمدین. السلام علیکم آخونزاده صاحب. صحت من بخیر هستید؟ صحت تان خوب است؟ سلام جناب دکتر صاحب. مردم افغانستان و مردم مهربان افغانستان بخیر باشین. خوش آمدین. خیلی خوشحال هستم. بعد از زیاد وقت شما عزیزان ما را، شما ورزشکاران ما را از نزدیک دیدم. کامرا در خدمتتان است. میشه سلام علیکیتان داشته باشین. سلامت باشین رامکی عزیز. سلام خدا خدمت شما جناب دکتر صاحب، خدمت بینده های خوب تلویزیون طلوع، برنامه خوب شما تقدیم میکنم. خدا کنه که روز شب خوب خوشی را آغاز کرده باشین. بخیر باشین، زنده باشین. دکتر صاحب چی حال احوال دارین؟ خدا را شکر است. من یک بار دیگر سلام های خدا به تمام مردم افغانستان، به شما آقای آخونزاده و دیگر دوستای ما، ورزشکارای ما، کسایی که در افغانستان هستن یا نیستن، تقدیم میکنم. الهی که همیشه هر روزشان به خوشی سپری شود. زنده باشین. چرا نرفتین؟ کجا بریم رامکی صاحب؟ وطن ایلا بتیم کجا بریم؟ همیه اولی سوال که همیشه مردم از ما میپرسه، تال نرفتی؟ هستی؟ چی وقت میری بخیر؟ بله. ویزه کجا را گرفتی یا کجا خودت اپلای کردی؟ من می اپلای شد نفهمیدم، من می اپلای چی رقم میشه از دوستان پرسال میکنم، نمیگن نمیره امرای من آجوانی میکنه. خب رامکی عزیز، کسی که واقعیت وطن خود دوست داشته باشه، باید هر حالت وطن مادر است. دولت های خوبش که در افغانستان بودیم، در وطن خود بودیم، باید دولتی که اگر یک ذره نارامو می باشه، وطن خود، دمی وطن خود زندگی کنیم و دمیج تامینات خود کنیم. ما سفر داشتم از زمانی که امارات اسلامی در افغانستان آمده، یک سفر نه بلکه دو سه سفر ما به روسیه و کشورهای دیگر داشتم. اما پس دوباره به وطن خود برگشتم. اگر مسابقاتم بود، آمادگی بود، برنامه بود، پس آمدم بر وطن خود. نخواستم که خارج از وطن خود زندگی کنم. بسیار خوب، موفق باشی. سلام. وضعیت ورزش آقای جسور چگونه در افغانستان؟ در وضعیت فعلی تعریف میکنین و ورزش در کل زنده است؟ رامکیس، یک موضوع خیلی مهمی است که ورزش شاید در هر حالتش مردم ورزش خدا کنن یا به هر قسمی که، اما موضوع است که ما هم فرهنگ یا عنعنه ورزش به شکلی که هست و به شکلی که در دنیا ایجاد شد و قبول شد و روان است، آیا در افغانستان به اون شکل است یا نه؟ مهمی است. مهمی نیست که ما چه قسم ورزش میکنیم، اما به شکلی که ما پذیرفتیم باید از ورزش شود. وقتی که به او تغییرات ما میاریم امکان نداره. یک ورزش که دقیق اضافه تر ورزش ها از کشورهای دیگه آمده داخل افغانستان، ما با تمام اما قوانینش باید بپذیره میشه، اما این حال به او شکل نیست.
وقتی که به او شکل نباشه هیچ وقتی ما خود به او قسمی که دهی تمریناتی که آل به افغانستان جریان داره یا ورزشی که افغانستان جریان داره یا مردم این به یک شکل خرد و ریزه و در پس کوچه و کوچه و جای از او چیز جور نمیشه. نصرت عزیز خودت یک سازمانم داشتی در دوران جمهوریت، نمیدانم الان هم سازمان وجود داره یا خیر، ورزشکارای نوع مبارزات آزاد میتونن در داخل افغانستان ورزش مبارزات آزاد مسابقات را انجام بدن یا خیر؟ بله رامکی عزیز، سازمان چفسی بود، اولین سازمانی در افغانستان بود که پول ارتباط دهنده بین فایترهای افغانستان، چیرای مطرحی که امروز در افغانستان بودن و دستاورد آوردن، پول ارتباط دهندهشان سازمان چفسی بود و سازمانی بود که اضافه از 2 دهه فعالیت داشت و فعلا هم فعال است، در رأس برنامه‌اش خودم هستم و در این اواخر مسابقات پروفشنل MMA تا امرسانی در امارات از طرف تربیت بدنی المپیک بند شده و مسابقات در داخل افغانستان به شکل پروفشنل گرفته نمیشه و مسابقات آماتور اجازه میتن. خب در کل ورزشکاران نسبتا به سابق اکثریت کلاب‌های MMA که در افغانستان است امروز جوان ها اکثریت مایوس هستند و یا علاقه ای ندارن که در باشگاه و در کلاب‌ها بیان تامینات خود ادامه بتن و ای که میگن ما تمرین آمادگی 1 سال 2 سال بگیریم و نیست که مسابقات ما مسابقات تیم مسابقات یا برگزار شود و بریم. خود در کل فعلا وضعیت MMA در همین شرایط فعلا بسیار به ورزشکارا خسته کن شده و مسابقات در داخل افغانستان و کسایی که از سطح افغانستان بالا مبارزه میکنه چرای مطرح مثل جناب دکتر سایه و دیگه دوستایی که خود ما مبارزه میکنیم در کل مشکلات دارن، کسایی که در سازمانایی که قرارداد دارن و اونا خوب روابط هایی دارن با کشورهای مثل روسیه یا کشورها، اونا خود رفتن میتونن و مسابقه میگن، کسایی که ارتباط ندارن روابط ندارن اونا قرار میمونن و مسابقات نام رفتن میتونن. خب دکتر صاحب خودت از آدمای روابط دار هستی یا بی روابط که خودت میتونی بری با کشورهای همسایه حداقل مسابقه کنی یا نه خودت منتظر هستی که بخیر یک وضعیت بیای به ورزش که بتونین بیشتر تمرکزتان بالای ورزش در افغانستان باشه؟ اگر حقیقت پرسان کنی رامکی صاحب، من یگانه شاید یگانه ورزشکار در بین افغانستان باشم که هیچ وقتی هیچ همکاری از هیچ نهادی و از هیچ شخصی برای من صورت نگرفته. آخونزاده صاحب در پیشروی من است و هر کاری هم که ما کردیم، به هر سطحی که ما فایت کردیم، به هر جایی هم که رسیدیم، از توانایی خود، از زحمت خود، از تلاش خود رسیدیم و از پول خود، از پول خود، از زحمت خود. ما هیچ وقت دستیم به کس دراز نکردیم، سریم به کس خم نکردیم، همیشه زحمت کشیدیم در کنار که ورزش کردیم، از ورزش اگر پولم پیدا کردیم از ورزشم پیدا کردیم و اگر در ورزش رام پیدا کردیم از کیسه خودم، تمام چیز از آبله کف دست خودم بوده. و آلیا ما یک آدمی هستم که هیچ وقت پشت ارتباطات و روابط و ای گپا نمیگشتم و نگشتم و در قصهش هم نیستم، کسی که برای ما اگر کد خوب نگ، ولی این موضوع ما پیشتر گفتم که آخونزاده ساده ساده یاد کردم، گفتم که مردم افغانستان نافشان با تعصب و با قومگرایی بریده شده، یعنی مرا هیچ وقتی همکاری که میگم نکردن صادقانه ای رو برتان میگم، اگر کدام کسی گفت که من کدام روز یک بار ویزه روسیه برای من روان شد $700 من مصرف کردم، $750 من مصرف کردم، ویزه من گرفتم که تحول شد که او مصارف ویزه رو خودم دادم که تحول شد نتونستم از دو سفرم هم دو سفرهایم برسم. در غیر از او آلیم از حق اولیت در بین بسیاری از ورزشکارا از ما است ولی حق به دیگرها داده میشه و به سفرها دیگر میره. خیلی از ورزشکارا هستن که در سفرات یا در مسابقات خارجی رفتن شاید نتیجه نتن و نتیجه نمیتن. دیگه میمونه موضوع ارتباط، هیچ وقت ارتباط با کسی نداشتیم، یگانه کسی هستم که من میگم که استعداد بالاتر از ارتباط و روابط.
چرا قدر قهر است دکتر صاحب؟ رومکی عزیز، اگر بگویم یگانه نقطه ضعف دکتر صاحب شاید همی باشه که اکثریت خب نکته را که دکتر صاحب اشاره کرد ارتباط خدا نخواسته ای نیست که اونا ازشون ورزشکارا، اکثریت ورزشکارای پروفشنال ما خودکفاست، اگر امروز در افغانستان هستن یا نیستن، کسایی که ریکاردهای خوب دارن اونا خودکفاستن، هدفشون نیست که از اونا پول پیسه یا برشان دست دراز کنه. خب کسایی که در روسیه است، ناموشان نمیگیریم، اگر دوستای ما هستن، اونا خودشون تعداد جوان ها را، استعداد ها را انتخاب میکنن که کی را بخواهن. برایشان مهم نیست. واقعیتش که اگر بگویم شاید برادرای هزارگی ما باشه، پشتون، تاجک انتخاب کرده و در کل یعنی کسایی را انتخاب میکنن در افغانستان، حتی رشته مخالف، رشته بوکس مثل علادات را ایمی دیگر رشته خوب انتخاب میکنن. بعضی جایی که دکتر صاحب کمی قسم میگه من ارتباط ندارم، شاید یگانه دلیل ما، نظر ما همی باشه که دلیلش که دکتر صاحب در اکثریت برنامه در برنامه صحبت خود میکنن و همی و همی اکثریت و ورزشکارایی که امروز اگر در جرمنی است و در لندن است و در اکثریت همی میکارا چیزی که هستن نیستن، اینا پول ارتباط دهنده شان با مو کسایی که در خارج از افغانستان بودن روابط پول ارتباط دهنده ما بودم، اما که هم قسم باشه دکتر صاحب، ما اینا را کسایی را گفتم و هم استعدادهایی را معرفی کنیم، کسایی معرفی نشده که مثالش بجز از یک نفر، بجز از یک نفر یک کس نه واسه یک نفر بله. پیدا خواد کردیم که همکارا میگه باید وقفه را بگیریم. وقفه است عزیزان، پس از دیدن وقفه یک نفر را که آقای نصرت آخوندزاده معرفی کرده که حالم پشیمان است، یکی خواد بود، حتما خواد شناختیم. بازم خوش آمدین و رمضان بر شما مبارک، طاعات عباداتتان هم به درگاه خداوند قبول بگرده. یک تشکری خاص و ویژه از اپی مصرف انرژی درینک، دسترخوان افطاریتان را با محصولات خوشذائقه سوپرکولا زیبایی ببخشید. سوپرکولا کیفیت از آن ماست. خب یک نفر را گفتی بسیار پشیمان است که روانش کردی و ناحق او را یک به اصطلاح ابو انگلیسی زبان ها چی میگه ناصر صاحب، ام انگلیسی زبان ها میگن ریفرنسش شدی؟ نه نه کی بود تو؟ خب اونا کسی هم نبود که هدف بایی بود که یعنی از ورزشکارای قهرمان های ام ام ای نبود، کسی بود در رأس برنامه های خبرنگاری در بخش ورزش بود، پشیمان هم نیستیم و این فعلا هم گزارش های بسیار خوبه تهیه میکنه که ورزشکارای ما به فردا پس فردا شب مبارزه داره و عدم جامعه است در کنارشان، فعلا بسیار خوب برنامه هایشان پیش میبره. خب اونا یک گاره گفتم کسی است که اونا در یعنی قهرمان هستند، دستاوردان داره. دیگه تعداد ورزشکارایی که معرفی شده از تمام اقوام افغانستان است، تنها اگر بگویم جب برادرای پشتون ما برنامه را تنظیم میکنه، برادرای هزاره ما را نمیخونه، نمیخواه، او ارگس نیست. کسایی که از اگر لالا نوروز از مولادا جمعزاده از استاد نجیب است، این واقعیتش در تمام اقوام و مو مسئولیتی را که مدت یک دو سال بر ما داده بودن کسایی را معرفی کردیم و انشاءالله ما مطمئن هستیم که چه وقت سر ما کس انتقاد آنه میگره که ما کی را معرفی کردیم، اما کسایی که اونا فعلا اگر در روسیه هستن و یا در کشورهای اروپایی هستن ورزشکارای خوب هستن و خودم پس آمدیم بر در افغانستان. بسیار خوب، خیلی خوش آمدید. راستی یک ظاهرا معلوم میشه که نارام هستی، ناراحت هستی. راستی گفت خیلی خسته هستم، خیلی اوقاتم تلخ است. هیچ نمیفهم من هر چی که میکنم که راحت باشم. راحت باش، راحت باش. خیر است، در لا و لا حتما دلیل ناراحتی تام پرسان خواد کردیم، اما از میخوایم راحت باشی. جناب جسور، خدماتی که فدراسیون مبارزات آزاد در گذشته در دوران جمهوریت انجام داد، آقای باز محمد مبارز چقدر چشمگیر بوده به ورزشکاران مبارزات آزاد؟ آیا ورزش مبارزات آزاد از فدراسیون مبارزات آزاد رشد کرد یا فردی خواستن رشد بدین رشته را؟ رامکی صاحب، از حقیقت اگر تیر نشیم، شخص آقای باز محمد مبارز خودش یکی از الگوهای ورزش ام ام ای در بین خیلی از جوان ها بوده. خب این ما حقیقت اگر ما بگوییم، ما بخوایم نخوایم بسیاری کسایی بودن که او را دوست داشتن و در زمانی که او ورزش ام‌ام‌ای را میکرد، من خب افغانستان نبودم، ما تمریناتم را بیرون از افغانستان پیش میبردم.
میکد اینه بودن کسایی که دوستش داشتن و کسایی بودن که به خاطر امو قهرمانی های از او به خاطر امو نمایشاتی که او میداد مردم علاقمند به ورزش MMA شده بودن. من نمیفهم شاید چند فیصد ولی احتمال یعنی من میگم که زیاد مردم علاقمند بودن در دورانی از او و او را دوست داشتن. ولی او تک بود یا مثال مثل از او دیگه ورزشکارهای دیگه. و میشم سوالتان اگر در مورد ورزش های رزمی فدراسیون ورزش های رزمی میشن فدراسیون ورزش های رزمی شاید قبل از آقای مبارز کسی دیگه بود استاد شاروخی بود اینا در عموم از نگاه کارکرد فنی و مسلکی در خود فدراسیون ورزش های رزمی زیاد فعالیت نداشتن حتی فقط ما به نظر ما گذاشتن آزاد گذاشتن ورزشکارا اگر میگذاشتن شاید بیشتر از ایرشتا میکردک هنوز بعضی وقتا بعضی رازنیا و بعضی کارهای میشد که ورزشکارها را صد رای ورزشکارهای من مشخص نمیگم که کی ولی میشدن فدراسیون ورزش‌های رزمی باعث از گپا شده خودم شخصا خودم من اولین کسی هستم که رامکی صاحب آلین اخونزاده صاحب هم در پولیم است اگر دروغ بگویم شاید یادم جواب مرا بده اخونزاده صاحب هم یک زمان رئیس فدراسیون رئیس سازمان چیفسی افغانستان بود و شارفو و یک زمان ما منتخب شدیم در بین انتخابی رئیسی از این سازمان شده بودم سازمان چیفسی را ما انتخابی انتخابات شده ما شدیم و ما اولین کسی هستم که قفص MMA را در افغانستان در سال 2014 ساخته من اولین کسی هستم که بنیانگذار قفص در سال 2014 هستم که 2016 باز آقای واسه قیومی ساخته در کلاب خود که از روی امو قفصی که من ساخته بودم کارمند یا کارگرها یا فلسکارها را می آورد سعی میکرد از روی ازو ساختم و میمونم موضوع نقطه‌ای که من پیشتر گفتم که فدراسیون ورزش های رزمی که صدر رای ورزشکارا بعضی وقتا قرار گرفته خودم شخصا وقتی که من فدراسیون ورزش های رزمی رفتم آقای مبارز وقت رئیس فدراسیون نبود آقای شاروخی بود ما اگرچه خیلی هر دوشان هم خیلی رفیقی ما هستن خیلی دوستشان هم دارم خیلی دوست ما هستن ولی حقیقتا من یگانه کسی هستم که گفتم ارتباط نیست که ما آدمی به ارتباط هستم خیلی از نگاه روابط دوستانه کردیم مردم روابط دوستانه دارم ولی من میبینم که بسیار کسا هستن که مشخص میفهمی تو که قومگرایی و قومپرستی در وجودشان معلوم میشن خب بر صورت وقتی که من پیش آقای مبارز رفتم به خاطر گرفتن جوازم که من او وقت بهترین کمپ ورزشی یا یک کلاب ورزشی را ساخته بودم از نگاه امو کیفیت و لوازم و مکان و امو مقبولیش خودم در افغانستان او وقت جوره نداشت در رزمی این حقیقت اگر نیست آقای آخونزاده است بگن نه دروغ میگیم ولی من میگفتم بر ما جواز بتین یک ذره ورق پرانی ها میشد و امو کاغذ پرانی ها بود باز دیدم که یک تماس تلفنی آقای مبارز کرد شاروخی گرفت گفت ما سر چی موضوع بود که می این بچه را جواز از خاطر بخاطر ما گفت گفته که چیسته شاروخی از پشت تلفن گفت او بلندگور زده بود صداش رو گفته که اگر میگی که نتون برش اگر میگی که نه تو میج نه نه گفته که خیر ای بچه اوتر نیست گفته که از خود است کار خب بر صورت ما این بارها متوجه از این موضوعات شدیم اگر جوانا را میگذاشتن این غرض شونه فقط نمیگرفتن چی میکنین که خودشان بخواین رشد بدن خودشان بخواین پیش ببرشونه فقط اگر بعضی کسا غرض هم نمیگرفتن من میفهمم که بیشتر از او شاید از او رشد میکرد ولی به هر صورت در زمان گذشته یا در زمان جمهوریت ورزش MMA را چون در خون ما مردم جنگیدن است در خون ما مردم مبارزات آزاد یا قفص چی استرت فایت باشه چی قفص باشه چی نباشه این جنگ هست ما مردمای هستیم که یک ذره همی خواستا نمیتر هستیم به اون خاطر پرخاشگری نمیگم ما پرخاشگر گپ باز بعد است ولی آدمای تند هستیم به اون خاطر بخوایم نخوایم ما مردم پیش رفته میتونیم دمیتر از ورزش های رزمی دیگه اگر گفتم بگذارن شاید بیشتر از این پیش میاد ولی بازم جوان ها خیلی رشد کردن چون خودشان رشد میتونن مثلا من شخصا
یگانه نماینده ای که از افغانستان در وان چمپینشیپ شدم با تمام اونمو توانایی خودم بود که رسیدم. جسور صاحب حتما پس از وقفه همراهتون صحبت خواهد کردم در رابطه با چلنجی که با آقای حیدری داده بودید، به کجا رسید، چه شد، چرا نشد، در این مورد صحبت خواهد کردیم. حال دوستا وقفه میگیریم، پس از دیدن وقفه دوباره برمیگردیم، همراهی شما را میخواییم. خوش آمدید دوستا، یک سلام مجدد. و جسور صاحب چی شد شما با این کارهایتان که یکی دیگر به اصطلاح همراه یکی دیگر برخورد لفظی میکنید و یکی دیگر به اصطلاح اخطار میتین و به یکی دیگر چلنج میتین و کارم نمیشه، این یک بار دو بار نشده، بارها در افغانستان شاید بودیم. سر خود تا میایم، خنده نکو، سر خود تا خود تا این کارها رو کردی، اما در نهایت میبینی که در نقطه آخر که میرسیم میگن نه والا افغان هستیم، برادر هستیم، بغل کشی میکنن، والا ما مسابقه نمیتیم. درست است افغان هستیم، درست است برادر هستیم، این خوب ارزش است. و ای دیگه برادرای ما که با هم دیگه مسابقه میتن آماتور یا برادر نیستن، خب بالاخره یا هم برادر هستن، خوب ارزش باید دو نفر ورزش میکنه، یک نفرش میبره یک نفرش میبازه، بازنده و برنده باید داشته باشه. چرا مسابقه نکردید؟ رامکی صاحب خودت حالا میگفتی ورزش است و این یک رقابت سالم است. در عموم در دنیا چلنج دادن و پذیرفتن چلنج یا نپذیرفتن چلنج یک امر طبیعی و یک معمول، خصوصا در ورزش های رزمی و مثل بوکس و کیک بوکس و موی تای و ام ام ای است. این معمول چیزی که شما میبینین اینمی قوانینش است، این فرهنگ ورزش چلنج و چلنج بازی است، چون به خاطر هیجان و شور برنامه و مسابقه قبل از برنامه خیلی مهم است. اما میمونه در افغانستان موضوع رقابت ناسالمش که بعضی کسا چلنج هایی که در افغانستان شده رقابت های غیر سالم بوده، غیر از نگاه مسلکی و فنیش بوده. مثلا ما در دیگرها کار ندارم که چه قسم او آخرش برادر هستیم، اگر به سطح هم دیگر برابر باشین یا چلنج بپذیر یا نپذیر، مشکل دیگه نداره. ولی میمونم ما مشخص به خاطر سوال خودت جواب بخوایم برات بتم. در مورد ما در سازمانی که فایت کردم باید از کسی که مرا چلنج میته یا در او سازمان قراردادش داشته باشه، سایس یا قرارداد داشته باشه، برنده شدن و بازنده شدنش مهم نیست، حداقل قرارداد داشته باشه، حق چلنج دادن داره. ما هیچ وقت نمیتونم که در UFC نباشم کانر و حبیب اینا را چلنج بتم. اگر ما وارد چلنج بتم هیچ وقتی او شاید جواب ما را نتنه، مثلا این به این معنی نیست که او ترسیدن از ما ترسیده باشن. والا حبیب ترسید جواب چلنج ما را نداد. مقصد ما چی است؟ ما وقتی که در یک سازمان بزرگ میری تو فاید میکنی به نمایندگی از تمام مردم، در یک سازمانی که 30,000 40,000 نفر بیننده دارد تو میری فاید میکنی، پس وقتی که یک کسی دیگه میخیزد تو را چلنج میته، شما بگین آیا برابر است؟ یک کسی که در یک سازمان حداقل اول و دوم بگذار در ششم هفتم هم فاید نکده باشه و قراردادش هم نداشته باشه، یعنی قوانین هم تو ایجاب میکنن. ما اینا جواب ما، ولی ما چون جواب مثبت به خاطر چی دادم، ما قبولم کردم فایت. ما خدای خدا شکر میکنم گپم به درگاه پروردگار بالا نره، هیچ به اندازه خود کسی را در مقابل خودم با وزن خودم هیچ رقیب خود کسی را حساب نمیکنم. در افغانستان تو با سخن کبر، بیرون افغانستان در جایش، چون بیرون افغانستان وقتی که تو میری در یک سازمان بزرگ فایت میکنی تفاوتش زمین تا آسمان است، تو میفهمی که با کی آل مقابل شدی. این داخل افغانستان یک چیزی یک خیلی یک گپی عادی است برد، چون ما از نگاه فنی و حرفه‌ای خیلی پایان هستیم، از نگاه تکنیک خیلی پایان هستیم، تاکتیک هیچ نداریم. در افغانستان خیلی بس فقط جنگنده هستیم، ما فقط سرزور هستیم. میمونه چلنج اسماعیل هموطنم است، هم مسلکم است، من دوستش دارم، فایتایش دوست دارم. چی از من اگر پایان هم باشن، کسای خیلی بوده پایان مرا چلنج داده، اگر مرا چلنج هم داده این مشکل نداره، ولی اگر از من اگر پایان هم بوده که مسابقه کرده، مسابقه خود برنده شده، من برش در صفحه فیسبوکم یا در تلویزیون در جه من برش تبریکی گفتم، خدا شاید است. اما یا وقتی که مرا چلنج دادن خدا شاید است باور که با من برابر نبود.
ولی ما پذیرفتم چون 4 سال ما فاید نکردیم، ویزه بعضی کشورها را گرفته نتونستم، که ما حکومت دولت و واسطه نداشتم، ما را حمایت نکرد که ما بتونم ویزه بعضی از کشورها را به دست بیارم، نتونستم در سفرهایم برسم. به این خاطر خیلی خمار خمار فایتان بودم. بالاخره در اسلفسی آمدم، قرارداد کردم در اسلفسی یا شب نبرد. به خاطر چی قرارداد کردم؟ که اینجا فایت کنم. بدبختی شد کرونا آمد، به تعویق افتاد. دو ماه بعد امارات اسلامی آمد، مسابقه از بین رفت. چلنج از این بچه بعد از یک مسابقه داشتم روسیه، 2-3 دفعه خیلی کوشش کردم که مسابقه ام شود، هیچ نشد، برای معرف پیدا نشد. یعنی خدا شاید است 2-3 دفعه وحید امیری شاید است، وحید امیری مرا آقای جناب حسنی، حاجی صاحب حسنی که معرفیام کرد، نوروز حسنی آقای وحید امیری مرا معرفی کرد به خاطر ویزا، که بر ما یک ویزا روان کرد، چی دعوتنامه دیگه متو روان کرد. او زمان هر چی کردم بر ما مسابقه جور نشد. خدا شاید است آقای نوروز حسنی هم شاید است، گفت که ما برای دیگل فایت جور میکنم، باز دیدن که او جام کرونا است، گفت که فایت ها بند است. آقای وحید امیری هم هر چی کرد بر ما فایت جور نشد، و یک دو باری که برای ما حریف در یک دو جای پیدا شد که برای ما گفتن اینی حریف است، که ما قبول کردم، پس از اون طرف برای ما جواب منفی اومد که حریف قبول نکرد. پس با اومد ارمنستان یک مسابقه شد، برای ما یک منیجر ایرانی برای مسابقه را جور کرد، قبول کردم مسابقه را، ویزا برای می گرفتن نتونستم. خیلی بدبختی اومد. اسماعیل ایدری که مرا چلنج داد، 3 روز از گچ دستم میشد، دست من کسر شده بود. من دیگه به خاطر مسابقه ارمنستان بسته نکردم، کسر خیلی خفیف بود ولی باید است، گفته بود دکتر، گفته بسته کنی. وقتی که برای من چلنج داد، خیلی دیگه من عین زمان بود که من پشتم یک موضوع میگشتم که چلنج داد، ولی من خدا هم میگفتم باید است، چی میگن میگه یک تیر دو فاخته، میگفتم من میره بعدش بیار، من گفتم به خاطر از اینکه تو مصارف چی داری باید است مصارف مسابقه های پرداخت شود، از طریق هر سازمانی که برگزار میشه استاندارد باشه، معیاری باشه، باید برگزار شود، مصارفیم باید پرداخت شود. اولی موضوع رو من گرفتم، من گفتم چلنج جزیره قبول دارم ولی مصارف مرا بپردازن. پس اون دیدم که وضعیت اقتصادی در افغانستان خوب نیست، سازمان ها تواناییش نداره، برشان اسپانسر هم پیدا کردم، گفتم مسابقه را بر اسپانسر پیدا کردم، با یک از تلویزیون ها ما صحبتم کرده بودیم، ما برشان اسپانسر رو معرفی کردم، گفتم اینا من اسپانسر دارم که مسابقه رو برگزار کنم، پیسام از شما نمیگیرم، پولم نمیگیرم، این مصارف مسابقه ما نمیگیرم، فقط مسابقه ما برگزار شود. چون بعضی از دوستا اتو فکر میکردن که قیسی جسور بهانه گیری میکنه و شرط شروطی را که مانده به خاطر اینکه مسابقه نکنه، در حالی که اگه من مسابقه نمیکردم میگفتم بیا در تو بسات من نیست، نمیکنم که تو مسابقه، ولی من خمار خمار فایت بودم. من پس اون دیدم که کدی استاد اسماعیل ایدری هم مصاحبت کردم، مال برش آرزوی موفقیت میکنم، یک دو روز بعد مسابقه داره، کدی ما صحبت کرد بر پشت میگه پا نگردین، من گفتم نه تک تکا کردین، کسایی که تک تکا کردین گفتم اول نمیکردین، اول که تک تکا کردین خیلی یک کار اشتباه کردین و نال بین پشت چلنج تون پاک کنین، ده هر رشته ای که شما آماده هستین فایتر تون آماده است، من در اون رشته کش فایت میکنم، اگر ام ام بند است ده هر رشته دیگه شما گفتم اگر از میکار ام ام ده هر رشته میتونه فایت کنه، ده هر رشته ای که شما آماده هستین من کش فایت میکنم. نه خیر پشت میگه پا نگرد دکتر، استاد وحید رسولی اگر خدا خودش نیست خدای شاهد است، باز کدام روز میشه کدام برنامه داشته باشین که باز پرسان کنیم برش. خودم از این موضوعات پس نماندی و باز محمد مبارز چلنج دادی، امرای باز محمد صحبت کردیم، شخصی و تصویری و دور و نزدیک، گفتن که بچه هستن و میخواین که از این طریق خودم مشهور بسازن در بین مردم و مردم بشناسیشان، راستی شناختن خود تباس مردم؟ خب خوب است که اون زمانی که موضوع چلنج بازی بود، برنامه آن سوی شب نبرد، برنامه طلوع، بسیار برنامه را تمام قطع به مردم معلوم شد، نمیخوام دیگه در این باره صحبت کنم و یک موضوع و دو موضوع دیگه. آخونزاد است یک سوال، یک چیز برد بگم، بگذارین دوستای ما کلگ نیستنم اینجا، یعنی فکر کنین شاید در بین ورزشکارای سابقه کار ما وزینه میمانده، منه با خدا پشت ما هم بعدشان دق شدیم. اون دقت جناب رامکی صاحب، ما هستیم در می افغانستان هستیم، اگر روسیه میریم هر کشوری میریم پس دوباره به می وطن برمیگردیم، اولاد می وطن هستیم، در این وطن می باشیم، وش وقتی وطن اعلان میکنیم و فعلا هم هستیم. از وضعیت ورزشکارهایی که بیرون رفتن خبر داریم؟ بسیار کوتاه می خواهد. خب اکثریتش در تمام کشورها هستن، فکر کنم که بسیار نارام هستن، اگر تایلند است، اگر ابوظبی است، اگر آلمان است، بجز از روسیه دیگه کل نارام است.
نارام. بله بله. وقفه داریم ایزا. دوباره برمیگردیم. جای دیگه نرین. همچنان سراچه ادامه دارم. خوش آمدین دوستا. وقت شما بخیر باشه. شما طلوع سراچه را میبینین. از کدام ولایت افغانستان هستین؟ چند سال دارین آقای جسور؟ هر کس فهمیده از مرا مجایزه میتونه. هیچ وقتی هم نگفتیم. تذکره داری؟ تذکره دارم. تذکره ما کس ندیده غیر از خانواده. و هر کس یا مر وقت پرسان کرده گفتیم از افغانستان. حال یا مر کس پرسان میکنه در گذشتم هر کس گفت که از کجاست من میگم از افغانستان. هیچ ولایتی رو برشان هیچ وقت مشخص نساختیم چون من همیشه مردم من تمام مردم مام دوست دارم. حتما سنت هم دیگه نمیگی به خاطر که اورم شاید خوش باشه. بگو سن مام برتون بگو. چند سال؟ 1990 تولدم است. داخل شدم به 33. به 33. برام بسیار جالب بود که شما در تاجیکستان طب خواندید. بله. طب مالجوی. بله. و اما کار نکردید در او مسلک یا در او رشته. چرا؟ پیشترم برتون گفتم این موضوع رو ولی حالا من مجبور چون سوال کردید در برنامه برتون. بله. دانشگاه طب مالجوی عمومی رو خواندم. ما چند تصویرم برتون روان کرده بودیم شما فکر کنم نشر کردین نکردین نمیخوام نشر میکنین خب نشر میکنین یک از عکس ها اگر دوستای باشه یکیش بچه دکتر صاحب نجیب الله امرخیل است عمران امرخیل هم سینفیم است ما اردی ما با کادر فارغ شدیم از دانشگاه طب دولتی طب تاجیکستان ولی به خاطر کار نکردم که دیج آمدم در تحصیلات عالی در یک نمره در یک نمره مرا زدن من نمیگم که آیا مرا واقعا زدن ولی 55 دادن 54 گرفتم من مرا ندادن به او خاطر دل سرد شدم در اکمال تخصص باز نخواندم طب پیش نبردم شاید اگر مالجه عمومی رو خواهد اگر ادامه بده دوباره زمان مردم میگه دو تربوزه با یک دست گرفتن بودک من در عین زمانی که دانشگاه رو میخواندم تمرین ما میکردم مسابقه ما میکردم میجام که آمدم درس ما میخواندم تمرین ما میکردم مسابقه ما میکردم اگر من میخواستم که در ولنتیار بخوانم خدمتی خرچ مصارف فامیلی مرا کی میداد من مجبور بودم کار کنم گفتم دست ما پیش هیچ کس دراز نکردیم عالم شکر خدا شاید یک کسی دکتر شوه یک کسی انجینیر شوه هر کسی به یک رای میشه یعنی هر کس نمیشه کلگی باید از طب اگه خوند کلگی باید دکتر شوه اگه کلگی انجینیری رو خوند اونم هم اگه انجینیر میشه نمیشه بالاخره شاید دو رای که تو بخوای نری مقصد عالم خدا رو شکر میکنم جایم خوب است شکر همین جایی ته خوب است نمیش با ما همه چیز است یک ذره پیشانیت هم که باز بگیری دیگه بیخی کل گفت چند سوال های خوب خوبش بکن دلم عاشق عاشق شدی؟ خوب خوبش دیگه از این که دفعه والا همیشه ما یکان تا حقیقت ها رو ما برتون میگم عاشق خداوند همگی است ما از هر طرفی که به هر کسی که عاشق میشیم بالاخره نقطه آخر پایانیش پروردگار است بشه. مادر من خیلی زیاد دوست دارم خیلی زیاد دوست دارم خیلی ما را زحمت سر ما کشیده مادر من واقعا آدمی است که هر چقدر که برش بگم اگه پایشم بارها ببوسم اگه هر چقدرم برش بکنم باز کم است عاشق خانمم بودیم خانم ما گرفتیم نصرت آیا امکان داره که یک فرد در کل دنیا در چند میلیارد نفوس پیدا شود که مادر خودت دوست نداشته باشه؟ هیچ امکان نداره. هیچ امکان نداره. نداره نه؟ نه خیلی. ما مادر خودت دوست داریم. ما عاشق شاید اقدر که خودت گفتی شاید به ده ها مرتبه زیادتر. اما خیلی خوشحال شدم که ابراز کردی یک دوران سخت زندگی را ما تیر کردیم یعنی دوران های خیلی سخت ناداری اقتصاد خراب من تمرین می رفتم خدا شاید از زمستان پایم از سرد خنک می خورد گریه می کردم خیلی خورد بدون مرد ورزش بردن توانایی کرمش نبود جراب نداشتم گریه می کردم یعنی روزای سخت را تیر کردیم ولی مادرم با مر پاوقران خود جمع کرد و یک روز بر ما یک شیر خرید از دیستی که ما او چیزها را نخورده بودیم رفته بودیم بازار رفتیم برای ما شیر خرید سیریلاک برآمده بود یعنی ما سیریلاک خوردیم
وقتی که من دختم در گلاس که هاو میکدیم رنگ سفید سعی نمیکشید و شیرین سعی نبود. جالب است. این وضعیت اکثر ما شما سپری کردیم. واقعا در 30 میلیون نفوس شد. تصاویر یک ما برگوان کردیم اگر از خردسالی مرا نگاه کنید لباس های ما برد معلوم میشه که ما بچی سر وز بدیم. حتما نشر خواد کردیم. نصرت دوستان تا پرسیدم از پیشان گفتند که نصرت در نوجوانی یک شخص ماجراجو و جنگجو بود، همیشه وقت همراه همسینفی ها جنگ میکرد و از اکثریت که پولدار بود حق میگرفت در صنف و در مکتب. خب شاید یک تعداد گپشان واقعیت باشه و یک تعدادشان اشتباه باشه. خب زیاد جنگجو و ماجرا بودم، لیسه استقلال فارغ شده بودم، شاید اکثریت استادا دوستا هم کلاس های ما شاید برنامه را ببینن. زیاد جنگ میکردم، از دوران طفولیت علاقه به جنگ زیاد داشتم و امو بود که ورزش کشتی را انتخاب کردم و به ام ام ای آمدم و نتیجهش هم دستاوردهش تاثیرات امو جنگ ما بود. خب الحمدلله از لحاظ اقتصادی زندگی از پدر بسیار خوب داشتم، هیچ نیاز نداشتم که من از دوری کودکی هم که من از کس حق بگیرم یا پول بگیرم. خب حتی بسیاری ها همکاری ها میکردم و از اموال تا به فیلن هم و هیچ وقت خدا نخواسته ما دستم به پول از دوره کودکی دراز نشده که من این کارهای خلافه کنم و الحمدلله تا که زنده هستم این کارا نمیکنم. و نکردم فقط حق خب میگرفتی میگن خب میگه بزور نه در فقط بیادر بگی بیا یک چند پفته که مام کرد میگردم بعد خب یک جای جنگ میکرد میره میبرد خودم بیا جنگ باز داخل شاید در جنگ زیاد میرتیم امکان داره که مصرف ما میکنیم به خاطر از اینکه نیاز نداشتم. خب از اون آدمایی بودی که علاقه مند جنگ بودی. بله در جنگ واقعا در جنگ بسیار زیاد خصوصا دوره مکتب لیسه استقلال سایه گفتن که دیوانان و فروشگاه اینجا زیادتر بچه دیوانان هستی دیگه. خدا دقیقاً بچه دیوانان هستی دیگه یک باید هم جنگی باشی. وقفه از پس از وقفه بخش پایانی برنامه را همچنان دنبال کنین، فراموش ما نکنین. عکسای بسیار جالب جالب از دورانهای مختلف دو مهمان ما داریم. بخش پایانی برنامه و چند عکس که از مهمانان عزیز ما داریم، عکسای متفاوت از دورانهای متفاوت بریم عزیزا ببینیم. اولین عکس نصرت، اولین عکس از خود است. بله. فکر کنم دوران کرونا است. خب نه خیر. او ماکسی است. استایل است. بله نه ام ماکسی است که به نفس بسیار خوب است و ای آمادگی های ما است با جناب استاد واسی قیمی ترینر تیم ملی که بود و او وقت واقعیت که بسیار یک ترینر خوب زحمت میکشید و این مسابقه ام سال 2017 مسابقه تاجیکستان است. بسیار خوب. بسیار خوب. بله. عکس بعدی. خب میفهمی کدامش؟ خودت باید تونم استاد کست. بله فکر از امویایت معلوم. بله دقیقا 20 سال پیش حکومت امارات اسلامی صنف دو لیسه استقلال بود. از کجا کردید کمره؟ او زمان خو عکس نبود. زمان دو عکس های کمره ای است که عکاس خانه است. یک عکاس خانه عکاس خانه مکرویان است. دیگه رفتیم گفتیم میخواستیم که همون یک روزی همی عکس کار میاد با سنفی ما شریف جان یکی از او دکتر صاحب خوشتیپ. بله. ما بله بله جناب دکتر صاحب وقت شخصا من دوستش دارم، یگانه کسی است که در رهبرا همیش در کنار ورزشکارا بوده، در هر حالت ورزشکارا را تشویق کرده. پیام حداقل نوشته میکنن نه ورزشکارا که برنده اصلا اینمو یک پیام و همیش اینمو باعث میشه که تمام ورزشکارای ما رویا میگیرن. عکس دکتر صاحب قیس. دکتر صاحب کدام شستی خودت؟ شما پیدا کردن بیشتر گفتی که وضعیت اقتصادی خوب نداشتی، حتما اون خورترکش اینی خورترک است بیادرک ماست. خو 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 پالویش کس بچه مامای ما دکتر سه فرید است که آل رفتن آل جرمنیسته. خو 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 و پالوی از او خودم استم کدونمول سر و لباس و موزه استن میفهم ده پایم وقت اونم یک دانه گفته مامای میگه که یک دانه نموت یک پتلونک یک برزوگه که ترکی شکل داشتم کوره میگه هیچ خلا هیچ گم نمیشید از جانت همیشه در جانت بوده و در پلوی از او که است دختر مامایم است که خانم مام است. خواه خواه فعلا خانم تان است. خوشحال باشید، زندگی
خوشبخت را داشته باشید. عکس بعدی اونو بیادرکم وایس است لباس یا که در جانش است خواه که خب وضعیت اقتصادی دیگه نمی رقم بود اونو جمپر و لباس مک بود رنگ سفید داشت ما رنگ سیاه کده بودم و این خیلی دیر دیگه در جان ما بود بین می وضعی که می بینین ما کنفوتور پنج خط کنفور هم گرفتم ولی وقت دیگه چی بگم دیگه اونم وضعیتون معلوم میشه اما خدای ما شکر میکنم به هر صورت در هر حالتش از طفولیت کوشش کردیم کار کنیم او پیشترم مدال و کپ و یک پاس درست در انواری ماندگی است او شاید تو چیزا باشه خب مقصد مو نه دیگه در چی یک جایی که مقصد رو نگه خب یک لوکیشن انتخاب کرده تشکر دکتر صاحب همینقدر رکس ها بود چند نام ما نوشته کردیم ما همیشه تختر میاریم به مهمان های خود و نام های چهرهای سیاسی رو مینویسیم بر شما فقط یک نام ورزشکار رو میگیریم هر کس یک تعریف از ورزشکار به ما داشته باشه اولین نام از واحد نژند خب قهرمان خوب ما است افتخارات زیادی کسب کرد در رشته ام ام ای و مسابقه آخرش که در بلاروسیه بود و اون مسابقه شام با وضعی که شرایط افغانستان بر هم خورد و رفت به ایران مسافر شد و آمادگی های خوبی نداشت متاسفانه مسابقه را با ریف خود واگذار کرد در کل یک قهرمان خوب در رشته کیک بوکس و همچنان در ام ام ای افتخار افغانستان است بسیار خوب احمد ولی اوتک ولی اوتک یک ورزشکار همیشه لبخند یک همیشه لبخند به لبش است ورزشکار خوش طبیعت ورزشکار خیلی دیر است موضوع ارتباط هم اگرچه که نداریم سر یک موضوع ارتباطات ما هم خراب شده ولی حقش است که برش بگویم بچه خیلی شکسته است کدیش هر زمانی که بشینی احساس نمیکنی که آدم خیلی پوک و مغرور باشه خواه و نام بعدی سمی فیضی خب سمی فیضی یکانا دوست شخصی ما است بود و سیاه سفرها را باش یک جای بودیم و زمانی که ورزش میره شروع کردیم نزد واسه قیمی سال 2009 یک جای بودیم یک فایتر بسیار خوب و یک فایتر که خودم شخصا سبک سیستم مبارزش بسیار خوش دارم و به گفته خودش جسپی هم فایت اگه هم کپی کار های امور میکنه خب و فعلا در ابوظبی است و حالتش از فکر کنم که از مسابقات فعلا دور است یک فایتر بسیار خوب شما تم تلخ ماجرت هم چشیدید بله. چیگونه بود تو وقتا و روزا و سالایی که ماجر بودید؟ خب بسیار وقت ما یگانه چیزی که رامکی عزیز اکثریت دوستا برای من میگن چرا دوباره باز به افغانستان آمدی؟ ما پیشتر نکته ای را مشاره کردیم و امکانات بسیار خوب ما دارم اگر آسیا یا اروپا بخوایم شاید از بدون ورزش از این شخصی خود ما هم بتانم و هم از طریق ورزش نمیخوایم به خاطر که تولد ما در کشوری که هیچ دوستش ندارم اوجا شده شرایط افغانستان خراب بود کشور پاکستان و بسیار روزای خرابی را مهاجرت و هیچ نمیخوایم که هم تمام اروپا و امریکا و کانادا را به خاک به مو پس کوچای افغانستان به مو پس کوچای افغانستان به مو خاک افغانستان نمیتم به خاطر خاطرات بسیار تلخ از مهاجرت داریم به خیر باشین تشکر از اینکه حضور پیدا کردین جناب دکتر صاحب قیس جسور و جناب نصرت آخونزاده افتخار ماستین در جایی که باشین بازم ورزشکارای هستین که همیشه وقت لبخند به لبان مردم افغانستان جاری کردین ورزشکارای ما که بیرون هستن بعضشان در ویدیوهایشان هم میبینیم در سوشل میدیا ناله و گریه میکنن واقعا پشت وطن دق شدن پشت مردم خود دق شدن آرزوی صد سلامتیشان در اونجا داریم از شما هم در افغانستان داریم تشکر از شما وطن دارایم که تا این دم همراه ما بودین برنامه امشب ما تمام شد در ادامه برنامه دیگر طلور هم بیننده باشین تا برنامه بعد هم شما رو به خداوند میسپارم شاد و موفق باشین خدا نگهدارتان خداحافظ دوستا خداحافظ تشکر دیگر